شب بخیر همیهنان گرامی در اریابون، درود بر همرزمان در اروپا و همچنین در آمریکای شمالی. به همه شما درودهای گرم خودم رو میفرستم و اعلام میکنم که این برنامه در روز آدینه 9 تیر 6376 شاهنشاهی برابر با 29 ژوئن 2012 ضبط میشه و در رسانه‌های مختلف پخش میشه. مطلب امروزی که علی‌رغم میل باطنی خودم باید به اون بپردازم، بنا بر خواهش یکی دو نفر از یاران که عمدتاً در شبکه فیسبوک تبلیغ میکنن، صحبت میکنن یا حضور دارند، انجام خواهد شد و برای اونها بعضی پرسش ها پیش آمده که از من خواستن این پرسش ها رو پاسخ بدم. مشخصا آقای آریو آزاده خواستن که نظر خودم رو درباره کسانی که خود را طرفدار یا خود انجمن پادشاهی ایران مینامند نظرمونو بدم که این نظر و گفته بارها اعلام شده و اون نظر این است که ما نظری نداریم. این به چه معنی است؟ به معنی این است که اون کس که طرفدار انجمن پادشاهی است در مجموعه خودش به عنوان یک طرز تفکر، به عنوان یک تشکیلات، به عنوان یک فکر فراحزبی، به عنوان یک فکر ملی، زمانی انجمن پادشاهی ایران هست که همانند انجمن پادشاهی ایران هم عمل کنه. سایت تندر و رادیو تندر و شخص خودم هیچ با به عنوان جانشین یا خود انجمن پادشاهی حضور نداشتیم، هیچ موقع ادعا نکردیم، دلیل هم نداره ادعا بکنیم، برای اینکه میدونیم کافیست همانند سیاست های راستین انجمن پادشاهی ایران عمل بکنیم. بقیه میتونن پشتیبانی کنن یا میتونن بیتفاوت باشن و یا حتی میتونن علیهش اقدام کنن. اون چیزی که ما بهش معتقد هستیم یک سند هست به نام آیین ریشه‌ای. اعتقاد داریم که اون پاسخگوی نیازهای ملت ایران هست در آینده. اعتقاد داریم که اهمیت مطالب او بسیار زیاد است، انقدر زیاد هست که ارزش آن را داره که براش بجنگیم. وقتی هم صحبت از جنگ میکنیم، جنگ واقعی است. منظور به معنی فرهنگی اون نیست، منظور دقیقاً این است که ما میخواهیم قدرت سیاسی در ایران تعویض بشه، ما میخواهیم این حکومت از بین بره، حکومت موجود از بین بره، ما میخواهیم به جای او دولت و یا دولت‌هایی مستقر بشن در ایران که بر اساس آیین ریشه‌ای عمل میکنن. این صحبت ماست. فکر کنم در یکی دو برنامه گذشته هم درباره شیوه تشکیلاتمون، سازماندهی و اینکه آقای جمشید شارمد از کجا دستور میگیره به روشنی بیان کردیم. دستورات ما از انجمنهای پادشاهی در ایران است. رهبری انجمن پادشاهی در خارج از کشور نیست. تنها یک نماینده او و سخنگوی او که هم سخنگو هم بنیانگذار انجمن پادشاهی هست، فرود فولادوند یا فرود منوچهری فولادوند یا فتح‌الله منوچهری ملقب به فرود فولادوند هست که او در طی نزدیک به 5 سال یا 6 سال برنامه های علنی و تبلیغاتی خودش رو برای معرفی انجمن پادشاهی، برای جمع‌آوری نیرو انجام داد. مرحله مبارزاتی کنونی ما، منظور انجمن پادشاهی و تندر، شرایطی است، در مرحله ای است که اجازه نمیده در خارج از کشور رهبری ما حضور داشته باشه. این رو بعضیا میفهمن، بعضیا نمیفهمن. برای ما راستش زیاد اهمیت نداره کسانی حضور داشته باشن در صحنه یا به ما بپیوندن یا علیه ما باشن که
مسئله اصلیشون کشف و یا پیگیری این مطلب باشن که فرود فولادوند کجاست، انجمن پادشاهی موجود هست یا نیست، سیستم فرماندهی ما چگونه عمل میکنه، آیا ما هرمی عمل میکنیم. اینا تمام مسائلی هست که بخش بزرگش مربوط به شیوه کار ما میشه که علنی است، همه میدونن چجوری کار میکنیم. بخش دیگرش هم مسائل امنیتی است، مربوط به افرادی هست که نمیخوان حضور داشته باشن، نمیخوان ارتباط برقرار کنن، وظیفه‌شون هم ارتباط برقرار کردن نیست. این مطالب مورد بحث قرار گرفته، اون هم در محیط غیر حقیقی اینترنت. غیر حقیقی به این معنی که با کسانی که صحبت میکنیم معلوم نیست اون کسان همانی که هستن که اعلام میکنن، هویت اونها مشخص نیست و بحث در این زمین است. تا اونجایش که مربوط به اصول میشه من میتونم اینجا توضیح بدم، اونجایش که مربوط به روابط و تشکیلات میشه ما رو معذور بداریم. فرض کنید که ما دروغ میگیم، فرض کنید که انجمن پادشاهی موجود نیست، هیچ اصراری هم نداریم که این رو بپذیرید. این مسائل اخیراً توسط یار قدیمی ما آقای کجدم مطرح شده، اون هم با ایده های جدیدی که به هیچ وجه مورد توافق ما نیست. ایشون برای اینکه کوتاه صحبت در مورد ایشون صحبت بکنیم، برای اینکه هنوز هم در فیسبوک در مورد این مسائل صحبت میکنن، ایشون حدود 3 سال پیش در گرماگرم مبارزات جنبش سبز توجهشون به سایت تندر، بعد از اون هم به برنامه های رادیویی جلب شد، علاقمندی نشون دادن و گفتن جزو توانایی های ایشون تجربیات مبارزاتی هست، تجربیات نویسندگی هست که میتونن در اختیار انجمن قرار بدن، در اختیار سایت تندر قرار بدن، که ما هم موافقت کردیم. بعضی از افکار ایشون در اون زمان هم تطابق نداشت با سیاست های انجمن پادشاهی. رفته رفته ایشون با مطالب آشنا شدن، برخی از مقالات ایشون هم در تندر، سایت تندر و این اواخر هم گفتگو و میز گرد پخش منتشر و حضور داشتند. در مورد سیستم تشکیلات، در مورد فعالیت هایی که باید انجام بشه نظرات های گوناگونی دارن، مانند همه یاران انجمن پادشاهی که نظرات مختلف دارن. ایشون هم نظرات خودشون رو بیان میکردن، مورد بحث قرار میگرفت، بعضی ها موافقت میشد، موافقت شخص خود من به عنوان سردبیر دست کم هیچ کاری نباشیم، سردبیر یک سایت سیاسی هستیم که سایت بی اهمیتی هم نیست. بعضیش مورد موافقت من قرار می گرفت، بعضیش با تغییر انجام می شد، بعضیش هم بدون تغییر، حتی با حضور بعضی مطالب که 100% مورد موافقت قرار نداشت، اما از اونجایی که تا حدودی هم علاقمند به حضور نظرات دیگری هستیم، قابل تحمل و قابل انتشار بود. کما اینکه هنوز هم یارانی از جمله نویسندگان جدید مطالبی می نویسن که 100% با موازین انجمن پادشاهی، اگر موازین انجمن پادشاهی رو همون سند آیین ریشه‌ای و گفته ها و صحبت هایی که در عرض این چند سال از طرف سخنگوی انجمن پادشاهی فرود فولادوند بیان شده قرار بدیم، با آنها تطابق نداشت. این هم باز مسئله ای نبود. ایشون حدود 3 سال پیش به عنوان نویسنده همکاری کشون رو آغاز کردن و به میل خودشون هم اخیراً همکاریشون رو با تندر قطع کردن. خوب و عالی، هر کاری ایشون میخواد به عنوان آدم آزاد این کار رو میتونه انجام بده و مسئله ای نیست، هیچ کدورتی هم موجود نیست. تا زمانی که حمله‌ای یا تهمتی یا مسئله مهمی از سوی ایشون بیان نشه، این روابط سر جای خودش باقی خواهد ماند.
اما اجازه بدید همین مطلب رو خواستن، اختلاف نظرها رو ما بیان بکنیم. یکم اینکه ما نمیخوایم در خارج کشور انجمن پادشاهی فرا بخونیم، به چند دلیل. یکم اینکه انجمن پادشاهی ایران اگر داخل ایران نباشه انجمن پادشاهی ایران نیست، اگر در سوئد باشه میشه انجمن پادشاهی ایران در سوئد، اگر در لس آنجلس باشه میشه انجمن پادشاهی ایران در لس آنجلس. این اون رهبری نیست که ما احتیاج داریم. هیچ رهبری رو ما در خارج کشور نمیپذیریم، این جزء اصول ماست. چرا؟ برای اینکه کسانی که عضو انجمن پادشاهی، اون اگر انجمن پادشاهی در سطح فرهنگی و اینجور جریانات هست، اگر منظور از انجمن پادشاهی تشکیل یک گروه فرهنگی در فیسبوک هست، اگر منظور از انجمن پادشاهی تشکیل یک گروه فرهنگی سیاسی اعتراضی مذهبی در لندن هست، بله فبه المراد این کار رو باید انجام بدیم. منتها از ما نخواهید که پیرو به چنین انجمن پادشاهی باشیم. افراد انجمن پادشاهی، اون 10 نفر که منظور هست و بخش بزرگی از هواداران او، اطراف او، کسانی هستند که با جان خودشون و مال خودشون وارد صحنه میشه. اون انجمن پادشاهی و اون رهبری که مورد نیاز ما هست و ما اون رو داریم، احتیاج به ساخت دوبارش نیست، انجمن پادشاهی است که از این افراد به وجود اومده و درست شد. سوای این که اون خصوصیت این افراد باید چگونه باشه و وظایفشون چگونه است، هیچ رهبری در خارج از کشور دوام نمی آورد. اصولا مطرح کردن یک همچین حرفی همونقدر خنده داره که حرف آقای سرلشکر حخا خنده داره. برخلاف نظر بعضی ها و برخلاف نظر این نویسنده قدیمی، ما متحدی در جهان نداریم. کشور غرب دشمن ماست، کشورهای شرقی هم دشمن ماست. در خاورمیانه سیاستی که از سوی غربی ها اعلام شده و بیان شده و اختراع کسی نیست، خاورمیانه بزرگ یا پرورش یا پشتیبانی از کشورهای دیگر در مقابل چین، این به صورت خودکار به معنی این نیست که اونها نقشه هایی ریختن که ما به سربلندی برسیم. تنها نیرو یا یکی از مهمترین نیروهایی که بقیه نیروها علیه او قد علم خواهند کرد، انجمن پادشاهی ایرانه. اگر اینو کسی تا الان نفهمیده، هیچ رهنمودی نمیتونه برای انجمن پادشاهی بنویسه و هیچی تقریبا نفهمیده. اولین قدمی که ما باید برداریم این است که دوستان و دشمنان خودمون رو بشناسیم. دوستان و دشمنان خود را زمانی میشناسیم که منافع اونها را هم در نظر بگیریم. اگر ما منافع غرب رو بشناسیم، اگر ما منافع شرق رو بشناسیم، اگر ما منافع اروپایی ها رو بشناسیم، منافع جهان صنعتی رو بشناسیم، دیگه از این حرفا نخواهیم زد که خود رو همراه بکنیم با سیاست های خاورمیانه. ما زیاد سرنوشتمون وابسته به سرنوشت سوریه نیست. برید بالا، بیاد پایین، سوریه آزاد بشه بره به طرف اخوان المسلمین یا آزاد نشه به طرف اخوان المسلمین، سرنوشت انجمن پادشاهی سر جاش میمونه. ممکنه در سطح جهانی، ممکنه در سطح دیپلماتیک سیاستمداران و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ضربه بخورن، ناراحت بشن. منتها اون ضربه خوردن و اون ناراحت شدن، اون ضربه خوردن و اون ناراحت شدن و عدم ثبات که ما به عنوان تندر میخواییم نیست. اونا ناراحت میشن، دلخور میشن، ممکنه فوش خارمادر به صورت سیاسی هم در تلویزیون هاشون هم پخش بکنن که این اوباما پدر سوخته است، این کلینتون فلان فلان شده است، اشتون بق بازه. در سایت ایران دیپلماسی هم مقالات قشنگی بنویسن، ممکنه در چه میدونم در تین تانک های سپاه پاسداران هم مطالبی بنویسن، منتها این خوراک فکری ما نیست. ما انجمن پادشاهی ایران
نه در قامت حکومت ظهور میخواد بکنه، اونم اون انجمن پادشاهی که توی فیسبوک قراره درست بشه، فراخوانده بشه، نه در قامت اون انجمن پادشاهی درست حسابی و اصلی نمیخواد در قامت حکومت ظهور بکنه، نه تنها در قامت حکومت بلکه به عنوان جانشین پادشاه هم خودش تبدیل به دولت نخواهد شد، هیچ وقت در آینده هم نخواهد شد. انجمن پادشاهی ایران یک مقامی است هماننده نهاد پادشاه. پادشاه دولت تشکیل نمیده، پادشاه زمینه ها رو فراهم میکنه که دولت تشکیل بشه، دولت موقت و هر دولت دیگه. بنابراین سیاست کلی ما این نیست که از تکاوران انجمن پادشاهی، از هواداران انجمن پادشاهی در خارج از کشور که به کلی وظایف دیگری دارن دیپلمات درست بکنیم. قرار نیست از این دیپلمات ها کادرهای تبلیغاتی، کادرهای تینک تنکی درست بکنیم. اینا هیچ کدوم وظایف انجمن پادشاهی نیست. وظایف انجمن پادشاهی چیز دیگری است، برای کار دیگری آمده. این افکار بیشتر احساس میکنم پس از اینکه شما به یک فکر جدید رجوع میکنید و از این فکر جدید در مقابل دشمنان نمیتونید دفاع بکنید، رو میارید به یه همچین افکاری. نمیدونم دلیل چیه، ولی داشتن چنین افکاری هیچ اشکالی نداره، ولی از ما نخواهید دنبال چنین مطالبی روان بشید. وظایف انجمن پادشاهی و هواداران او در خارج از کشور چند چیزه. نخست تبلیغات و استفاده از رسانه‌های موجود. تبلیغات و استفاده از رسانه‌های موجود برای چند چیز؟ برای به کرسی نشوندن و استدلال و مطرح کردن افکار موجود که مهمترینش آیین ریشه ای است. آیین ریشه ای، قانونمندی که به عنوان یک پادشاهی که باید به وجود بیاد، یک پادشاهی که سرنوشت ایران، بهروزی او یا بدبختی او به او بستگی داره، مطرح کردن او. الان زمانی هست که تازه گوش شنوا توسط جوانها، نه قدیمی های مصدقی و شاهی، اون جنگ تموم شد، الان نسل جدیدی در صحنه هست و برای نسل جدید این پرسش هست که آیا پادشاهی برابر با جمهوری است؟ آیا پادشاهی همون مونارکی اروپایی است؟ آیا پادشاهی همون خلافت اسلامی است؟ آیا پادشاهی همون سلطنت هست یا خیر؟ این بحثش تازه را افتاده. برای جوانان 20 تا 29 ساله تبدیل شده به یکی از مسائل مهم. چرا این اتفاق افتاده؟ به غیر از مسئله اینکه جوانها از مادر پدراشون میپرسن و از گذشته هم میپرسن و اونها براشون تفاوت گذشته، یعنی پادشاهی دو پهلوی با 32 سال ایران دارن مقایسه میکنن، مقایسه ها رو براشون میگن و براشون پرسش هست. مینیمم دست کم خیلی عظیمی از بچه های ایران، از جوان ها، اگر اطلاع ندارید و تمام اطلاعاتتون توی فیسبوک هست، تقصیر ما چیست؟ خیلی از جوان ها به سوی مسائلی که مربوط به پادشاهی است رجوع میکنن. همین که بسیاری از رسانه های غربی مانند وایس آف امریکا و بی بی سی روی این مسائل حساس شدن، برای ما نشانه و یک ایندیکاتور هست که این مسئله مطرح هست و ما باید به اون پاسخ بدیم و الان باید پاسخ بدیم. مثلا این مسائل 3 سال پیش به هیچ وجه مطرح نبود. ما فریاد می زدیم در مورد آیین ریشه‌ای صحبت می کردیم، ولی مسائل اصلی جوانان ایران چیز دیگری بود. آزادی بیان بود، آیا اسلام درست است یا درست نیست و تمام این مسائل. مرحله کنونی که وظایف بچه های خارج کشور عمدتاً تبلیغاته. عمدتاً تبلیغات هم بذار روشن بگم، فیسبوک نیست. به خاطر همین هم من زیاد حضور ندارم در فیسبوک.
و کسانی هم که اونجا حضور دارن هر حرف انقلابی و گنده‌ای که بزنن باد هواست تقریبا. به قول مرتب من یاد این گفته انگلس میافتم که طوفان در فنجان آب، به خصوص با این مسائلی که ما باید انجمن پادشاهی را فرا بخوانیم از آدمهایی که انجمن پادشاهی را تشکیل بدیم با آدمهایی که حتی جرأت ندارن اسم حقیقی خودشون رو در فیسبوک بیان بکنن، حتی جرأت ندارن ده شهی برای یک مسئله کمک بکنن، زیرا ممکنه هویتشون از طریق ارسال پول مثلا به حساب بانکی تندر لو بره توسط آدمهایی که حتی حاضر نیستن عکس حقیقی خودشون روی فیسبوک بذارن. از اینها وقت ما فرا بخوانیم انجمن پادشاهی رو تشکیل بدیم، آیا این خنددار نیست؟ آیا یک کسی یک همچین حرفایی رو بزنه میشه به بقیه حرفاش گوش داد؟ هرچقدر هم قشنگ قلم خوبی داشته باشه و تحلیل سوریه و دقیقه به دقیقش انجام بده، ما توجه نمی کنیم. ما به این مسائل توجه نمی کنیم و میذاریم اونها در همون محیطی که هستن، در همون محیط آزمایشگاهی هم انجمن پادشاهیشون رو درست بکنن. داریم دیگه، دو سه تا دیگه هم داریم، خانم روزیتا منطقی هستن، آقای هوشنگ رادخو هستن که الان به این نتیجه رسیدن که فرود فولادوند رمان نوشته و آیین ریشه ای، الان به این نتیجه رسیدن مانیفست انجمن پادشاهی هست. بذار اینها کار خودشون انجام بدن. اونهایی که یه مقدار حالیشون هست بعد از اینکه تمام این فیلترها رو رد کردن میان و صحبت میکنن و میفهمن که جریان چیه و انجمن پادشاهی کجاست. باور کنید ما از اسم انجمن پادشاهی نه سوء استفاده میکنیم نه هیچ. ما اگر اسممون بلال حبشی بود و اسم سازمانمون هم سیاه سوخته بود، اونایی که در جمهوری اسلامی از ما کتک میخوردن همون اونها اعلام میکردن که این بلال حبشی از تشکیلات سیاه سوخته همون انجمن پادشاهیه. ما هیچ نیازی نداریم خودمون رو معرفی کنیم، هیچ نیازی هم نداریم اسم انجمن پادشاهی هم در جایی رجیستر بکنیم. نمیخوایم انجمن پادشاهی یه ایران در ایران، در تخت جمشید، در آرامگاه کوروش، در قلب تک تک بچه هایی است که برای اون مبارزه میکنن. برگردیم سر چند تا مسئله. تشکیل دولت در خارج کشور معنی نداره، تشکیل رهبری در خارج کشور اصلا معنی نداره. برای چی؟ برای اینکه حتی فردی مثل من که نه رهبریم نه عضو اون ده نفر انجمن پادشاهی هستم، نه ارتباط 24 ساعته با رهبری دارم. خوب شد دیگه، اینو دیگه آقا ما هیچی نیستیم، اصلا با انجمن پادشاهی هم ارتباط نداریم، با فولادفند هم ارتباط داریم. کار ما هم تبلیغاته. اینجا هم هیچکی نتونسته تهمت بزنه که ما اسلحه تهیه میکنیم یا نمیدونم پول تهیه میکنیم. همه اینا اگر قرار بود خود FBI همه کارا رو ختم کرده بود، خود CIA هم ما رو زیر فشار گذاشته بود، اصلا اسممون توی تروریست میرفت، آقای جان بولتون هم از همون پشتیبانی نمیکرد، وال استریت جورنال هم در مورد ما نمیشت. همه اینا نه تروریستیم نه اقدام کردیم نه هیچ چیز. خب یک همچین جریانی زیر فشار قدرت های بیگانه است، مرز تعیین میکنن، میگن آقا این کارو بکن این کارو نکن. شما میخواین رهبری یک جریان رو در خارج به وجود بیارین، فرض میکنیم لشکر شما در فیسبوک همه قهرمانن، همه بابک خورندیم از دم، اصلا صلاح هست لشکر یک رهبری رو ما در جایی قرار بدیم که هر لحظه زیر فشار هست؟ ما چی هستیم؟ حزب مشروطه ایران هستیم؟ اهداف ما اصلا اونجوری هست؟ ما مجاهدین هستیم، آلت دست این و اون؟ ما چه میدونم حزب دموکرات کردستان هستیم،
یه خود جلوتر بریم، ما حزب کومله هستیم که زیر فشار اقلیم کردستان هست، بچه هاش حق حرکت ندارن، رهبریش زیر فشاره، در چارچوب هست. چی میخواین؟ ما میگیم حالا تمام انجمن پادشاهی که شما درست کردین همه عالی که نیستن، که در خارج کشورن. آقا شما من میخواین ما پیرو به انجمن پادشاهی شما بشیم؟ یه امتحان میکنیم، یه وبسایت پولی بذارین، یه سرور تهیه بکنین، همه اون لشکر اونجا پول بپردازین، یه سروری که ماهی مثلا 100 دلاره 10 نفر جمع شید، نفری 10 دلار جمع بکنید، پول اون سرور رو پرداخت بکنید. نمیگیم رادیو بزنید، نمیگیم برین ساعت بخرید تو تلویزیون، یه سرور تهیه بکنید، یه وبسایت تو اون سرور پولش تهیه بکنید. 10 شهی تونستین جمع جور بکنید، بیایید اینجا، من پاتون رو میذارم روی چشم. اگه ارزه داشتین یه وبسایت ها، نه از این وبسایت ها یه بلوگ نمیدونم فلان و بلان و اینجور جریان ها راه اندازی بکنید، ما میگیم دمتون گرم، اندازه اون پیروز و موفقه، بس کنید. آقا جون در همون گفتگوها و حرفا و این صحبت های توی فیسبوکی، آقای سربی هم اومده وسط میگه انجمن پادشاهی علامت سوال کله پاچه چیه که مورچه چیه که کله پاچهش باشه؟ ما بهتون نمیخندیم، دیگران که میخندن قربونت. اگر داستان اینه که شما مطالبی مطرح بکنید که این مطالب خنده‌دار باشه، خب چرا این کار رو انجام میدید؟ میخواهید دوست این جریان باشید یا میخواهید دشمن باشید؟ قرار این حرفا رو بزنید که بخندن بهتون؟ قرار شما عین این آقا باشید؟ بذارید نشون بدم، همم پول دارن، همه کارام، تازه شما دارین حرفشو میزنین، اینا یه مقدارم جلو رفتن. این آقا رو گوش بده. سرلشکر خلبان مهدی روحانی هستم. آخرین خبرهایی که تا چند دقیقه پیش گرفتیم و تایید شده به اطلاعاتتون میرسونم. قصر دشت زند، دانشگاه شیراز مملو از جمعیت شده. آره، پر شده. میدان تجریش بی اندازه شلوغ است. اصفهان، چهارباغ و آمادگاه پر از جمعیت است. آره. سپاه پاسداران و بسیج پارس نیوز به وسیله مبارزین هک شده. سایت وزارت دادگستری به وسیله مبارزین هک شده. میرداماد و شهرک قدر هر دو پر از جمعیت. دوستان به تاریکی داریم نزدیک میشیم. تاریکی داریم. قدرت شما 100 برابر قدرت ارتش هاست در تاریکی. خب بیشتر از این نمیذارم، فقط خواستم یادآوری کنم که حرف شما خانم ها آقایان با حرف این آقا سرلشکر حقا هیچ تفاوت نداره، برای اینکه حرفو بذاریم کنار، همون حرفی که میزنین یک ذره عمل، یک ذره خارج از چارچوب حرف انجام نمیدید، در آینده انجام نخواهید داد. نتیجه کارتون نقنق کردن، نتیجه کارتون خوراک تبلیغاتی به آقای سربی. خب راست میگه بدبخت سربی، میگه 15 نفرین، هر کدومتون 4 تا انجمن پادشاهی درست کردین. آقا این انجمن پادشاهی همشون مال شما، در بس نمیخوایم این انجمن پادشاهی، مال سربی، مال تلویزیون مردم، مال تلویزیون های دیگه، بریم اونجا حال بکنیم، کاری هم به کار ما نداشته باشیم، بذاریم تندر کار خودش رو انجام بده. نمیخوایم تو فرا میخوایم بخونین انجمن پادشاهی، فرا بخونید در همون فنجون آب طوفانتون انجام بدین، همونجا دولت انجام، دولت تشکیل بدین و در چی؟ در قامت دولت ظهور بکنید. یاد یکی از همین رنجیدگان آقای امید اون زمان که او هم
بعد از مدتی که با تندر همکاری کرد یه دفعه هوایی شد، به قول آتش میگفت هر کی میاد پرمان انرژی میگیره، یه دفعه بال بر میداره. ایشون هم 24 ساعته میگفت ما اصلا باید دولت تشکیل بدیم. گفت بابا حرف مفت نزن، چهار تا آدم نمیتونی دور خودت جمع بکنی حرف دولت میزنی. حالا با شوخی، ما فکر میکردیم شوخی میکنه، نه، رفته بود وبسایت هم گذاشته بود که این وبسایت دولت موقت هست، یه مدت هم گذروند، مرتب هم داستان تعریف میکرد. آخر سرش هم گفت دولت آلمان نذاشته، علیه من شکایت کرده، یک شکایت 45,000 صفحه ای، نمیدونم 45,000 صفحه یا 4,500 صفحه. گفتم یعنی چی؟ گفت چی؟ اینجا پاپوش برامون درست کردن، دولت آلمان هم با همکاری جمهوری اسلامی برای ما پاپوش درست کرده. حالا یه بار که صحبت میکردیم یا یکی از دوستانش زنگ زده بود گفت که اون زیر مشکلات هست، آیا ما نمیتونیم از نظر مالی کمک کنیم؟ حالا تو اون وسط ما هم خندم گرفته و گفتیم خب کمک مالی برای چه میخواد؟ خب یه دستور بده به وزیر اقتصادش بودجه 4500 دلاری رو آماده بکنه، یه فرمان هم به سرلشکرش بده که آقا لشکر رو آماده کن، ما باید به آلمان حمله بکنیم. به وزیر امور خارجه‌ش هم بگه که با اون زمان کی بود، یاشکافی نمیدونم یادم نیست، به اون دستور بده که مناسبات دیپلماتیکمون وگرنه به هم میخوره اگر آقای امید شما بلافاصله آزاد نکنیم. این حرفای خنده دار آخه، تو رو خدا سر به سر ما نذارید، اجازه نذارید ما یک ساعت از برنامه‌های گرانبهایی که با پول بچه‌های انجمن تهیه شده اختصاص بدیم به این مسائل. من والا شرمم میاد این برنامه رو امشب از آپادانا پخش بکنم، مسئله ای که مربوط به یک گروه و یک فرد کوچک در فیسبوک هست، جایی که خود من ماه به ماه یا روز به روز سر نمیزنم، اگر کسی ایمیل زد که اینجا رو نگاه کن اونجا رو نگاه کن مجبور هستم بهش سر بزنم. این حرفهای خنده دار رو بذارین کنار. با تورج گرامی صحبت میکردیم که اون دست کار اجرای برنامه هایی هست، میگه این طرف چی میگه؟ میگه حالا من نمیدونم، میگه که باید در قامت دولت ما ظاهر بشیم. تورج میگه خب یعنی چی؟ یعنی من وزیر امور خارجه بشم؟ بذار برم انگلیسیمو خوب بکنم. اینا جوکه، اینا خنده است، اینا از عدم تعادل فکری کسی که این مطالب رو مطرح میکنه سرچشمه بگیر. نظر من اینه، وگرنه مسائل دیگری معنی نداره. و دائما هم به این ور و اون ور پریدن. نمیشه آقا، ممکنه شما بکنید بشه، ما نمیخوایم، مجبوری، هیچ کس ما رو اجبار نکرده، ما رهبریمون رو ول کنیم بگیم آقا شما هر چی میخواید درست بگید، حرف داریم میگیم، نمیخوایم، حرف شما ناوارده، درست نیست. آقای بذار روشن براتون بگم، مناسبات ما با شاهزاده رضا پهلوی مناسبات دیگریه. اونی که به نظر شماست ایشون خائن نیست، در سیاست کنونی ما شاهزاده رضا پهلوی خائن نیست. برای چی خائن نیست؟ در چه کاتگوری و کنتکست خائن نیست؟ برای اینکه او قراردادی با ما امضا نکرده، قراردادی به ملت ایران هم امضا نکرده. اون زمان که 16 سالش بود گفتن که تو ولیعهدی، بعدم اومد یک مراسمی بهش گذاشتن که قسم بخوره، سوگند یاد بکنه به قانون مشروطه، قانون مشروطه ای که ما قبولش نداریم اصلا. یه عده پیر نشستن اون مسائل رو دارن مطرح میکنن، قانون مشروطه که اونم تازه 34 دقیقه که اونم تازه سر و ترش زدن، یه چیزای دیگه ای برای خودشون درست کردن بدون طرفدار، بدون اصلا مطرح نیستن توی جریان سیاسی. ایشون قراردادی با اونا ننوشته، یه جلسه ای گذاشتن گفت اگر من قرار سوگندم بخورم در ایران میخورم، زمانی که به پادشاه، به عنوان پادشاه من فرا خونده بشم، گزیده بشم، ملت بخوام. الان هم که بوسیده گذاشته کنار، هیچ ادعای پادشاهی نداره. این که استاد فرود فولادوند در مورد شاهزاده رضا پهلوی صحبت کرده و او رو رضا دیبا نامیده، این رو فقط فرود فولادوند حق داره بگه. هر بی سر و پایی نمیتونه این کار انجام بده، ما هم نمیگیم. برای چی؟
برای اینکه ما توی مخالفین خودمون تفکیک قائل میشیم. ما در حال مبارزه هستیم و برای مبارزه هم هر چقدر بتونیم یار به طرف خودمون جلب میکنیم. ما دشمن رو میشناسیم، دشمن سرسخت رو میزنیم، طرفدارانش رو خونسا میکنیم، نزدیکان به خودمون رو متحد خودمون میکنیم و به خودمون جلب میکنیم. بلدیم از این کار رو، میدونیم کی خائنه، کی دشمنه، کی مخالف سرسخت ماست، کی متعلق به بدنه دشمن هست و کی نیست. اینا رو ما تفکیک میکنیم. نقش شاهزاده رضا پهلوی از نقش سازگارا بسیار بالاتر. نقش و رفتار و کردار او با تمام عیب‌هایی که خود ما مطرح میکنیم، با تمام آبروریزی‌ها و با تمام وحدت‌های قلابی که او رفته به دنبالش، با تمام عیب‌هایی که میشناسیم، حرفای آقای سازگارا رو میزنه، دنبال او هست، همه این جریانات هست، همش و کاملا، هیچ کدومش هم به پادشاهی ربطی نداره. جریان پادشاهی رو همون اول، تاج پادشاهی رو انداخت توی کوچه ها، گفته با همون گفته یه رفراندوم قال قضیه کنده شده، رفته کنار به عنوان یک فرد سیاسی همتراز یا بالاتر، بسیار بالاتر از سازگارا، بسیار بالاتر از موسوی، بسیار بالاتر از گنجی. ما از حضور گنجی، از حضور موسوی، از حضور کنی، از حضور مشایی در مبارزات خودمون استفاده میکنیم. بعد اون وقت انتظار دارید ما از شاهزاده رضا پهلوی استفاده نکنیم؟ ما اونها رو سعی میکنیم در جبهه خودمون نگه داریم. از حضور اصلاح طلبا میخواییم استفاده بکنیم که کردیم در جنبش سبز، کردیم و موفقیت بسیاری هم داشتیم. شما متوجه نمیشید. از حضور و وجود موسوی استفاده کرد. قانونمندی مبارزات مدنی را اگه نمیدونید برید یاد بگیرید چی هست. قانونمندی مبارزات توده‌ای رو نمیدونید برید یاد بگیرید. اکثر انجمن‌های پادشاهی در ایران متخصص این کار هستن و حضور دارن در صحنه مبارزه. در دانشگاه‌ها حضور دارن، در مراکز تبلیغاتی و کار حضور دارن، در کارخانجات اون چیزی که باقی مونده، در بسیج حضور دارن، در جاهای دیگه هم حضور دارن. میدونن چی کار میکنن و از من و تو هم بسیار ورزیده ترن. اونها همون افرادی هستن که دستور به من میدن که با این برو با این نرو، اینه بندازش بیرون، اونه نندازش بیرون. خیلی هم را کروشن میگن، مثل من هم تحملشون زیاد نیست، میگن این کار انجام بده و سر این مسائل هم بسیار انتقاد کردن. حقم دارن، به خاطر تنبلی راحت طلبی خودمون خیلی کارا کردیم و این شایسته نیست. مطلب شاهزاده رضا پهلوی، او به عنوان یک شخصیتی که اونجا هست و تا حدودی هم آب و رنگ پادشاهی داره، حالا چه بخواد چه نخواد، چه اون فر پادشاهی رو به گند کشیده باشه خودش و چه نکشیده باشه، چه چاچوله بازها به دنبالش باشند و چه چاچوله بازها به دنبالش نباشند، چه بخشی از این افراد حق باز مشاورش باشند چه مشاورش نباشند، اینا هیچ کدوم به ما ربطی نداره. او یک فرد مستقل هست، ما سیاست خودمون رو داریم، رهبری ما انجمن پادشاهی است، او سیاست خودش رو داره، میتونه توف بکنه به آیین پادشاهی، میتونه نکنه، میتونه رفته رفته بلبل و چلچلی بکنه، حرفایی بزنه و گپی بزنه، یا این ور بگی که من نمیدونم مشکل ژنتیکی با من نداشته باشیم، بابام دیکتاتور بود، من حالا دیکتاتور نیستم، از این مزخرفات میتونه بگه میتونه نگه. ما از دیدگاه دیگری نگاه میکنیم، ما از دیدگاه امکان استفاده میکنیم. بنابراین حرف اولمون اینه که ما به او حمله نمیکنیم، او دشمن ما نیست.
دشمن ما نیست. در شما هم در قامت فرود فولادوند نیست کسی که میخواد از رضا پهلوی انتقاد بکنه، یا به قول شما رضا دیبا بهش بگه. کسی که میخواد این مطلب رو بگه باید حداقل 1000 کار فرود فولادوند رو کرده باشه، اندازه او اعتبار داشته باشه، بعد بیا اونجا حرفی بزنه. هر بی پدر و مادر این کار رو اجازه نداره بکنه، بخصوص از رسانه ما. روشن شد؟ مشخص شد براتون؟ این سیاست ماست. این سیاست بخصوص مهمه ولی کسانی که تمام جهان رو تحلیل میکنن منتها از محیط ایران خبر ندارن، این سیاست بخصوص مهمه بخصوص از سال گذشته که با درگذشت شاهزاده علیرضا پهلوی نخستین بار شاخک‌های جمهوری اسلامی به تکون خوردن آغاز کرد. که این ماجرا چیه؟ یک شاهزاده‌ای که هیچ کس نمی‌دونه اصلا چه حرفی گفته، چی کاره است، تا حالا یک بارم ظاهر نشده در انظار عمومی. شایعاتی در اطرافش هست، نه فیسبوک داره نه ایمیل داره نه کسی دیده چی میگه، یه شایعاتی هست و فلان اینا. اما وقتی که خودکشی میکنه تمام بخشای ایرانی متأثر میشن. از اون زمان شاخک‌های جمهوری اسلامی تکون خوردن افتاد و کاملا سیاستشو عوض کرد. چجوری عوض کرد؟ وحشت بزرگ او از پا گرفتن فکر پادشاهی حدود 35 سال 32 سال من نمیدونم چند ساله همپیمان جمهوری اسلامی، این نجس هایی که در حکومت هستن همه جناحاش، همپیمان با مجاهدین اپوزیسیون، همپیمان با نهضت آزادی اپوزیسیون، همپیمان با تمام اپوزیسیون های سال 57 منهای انجمن پادشاهی، همپیمان با ابرقدرت ها، همپیمان با کلینتون، همپیمان با اشتون، همپیمان با فیشر، یوشکر فیشر، همپیمان با شرودر، همپیمان با اون بدبخ جنرال گل در فرانسه. حرفشون اینه که شیخ و شاه یک. وقتی شاهزاده علیرضا پهلوی میمیره، خودکشی میکنه، میکشنش، هرچی، سر و صداشون در میاد برای اینکه سمپاتی رو میفهمن، میفهمن یک فر کیانی در جهان موجود است، میفهمن که فرهنگ ایران با پادشاهی ممزوج است، میفهمن که دشمن اصلیشون هر چه هست از جبهه پادشاهی میاد. به خاطر همین هم شکست ها و خیدکاری های شاهزاده رضا پهلوی رو در این اواخر این اپوزیسیون نبود که صداش در اومد، روزنامه ها و مجلات جمهوری اسلامی بود که صداش در اومد. حالا شما از ما میخواید در تندر مقالاتی بزنیم که هم نفس و هم صدا با این کثافت هاست؟ اسمش هم بذاریم فرود فولادوند این حرفا رو زد؟ فرود فولادوند اگر این حرفا رو زد در چارچوب این بود که او و آقای سرلشکر یا سرهنگ اویسی رئیس دربارک ایشون ادعای پادشاهی داشت، که تاج رو گذاشته زمین، ما ادعای پادشاهی داریم، ما میگیم انجمن پادشاهی در نبود پادشاه باید وظایفش رو انجام بده. اون که نیومده بگه که پادشاه میخوایم بشه. بس کنید این حرف رو. این سیاست ما در قبال شاهزاده رضا پهلویه. خوشحال نمیشیم وقتی او شکست بخوره، خوشحال نمیشیم وقتی بره در جلوی درب دادگاه لاهه و با او رفتاری بکنن که با ما در سال 2006، من لینکش روی همین بچه های فیسبوک توی گروه تندر نگاه کنید، در سال 2006 دقیقا چند سال پیشه؟ 6 سال پیش همون کاری که شاهزاده رضا پهلوی انجام داد، انجمن پادشاهی به رهبری فرود فولادوند در لندن انجام داد. یعنی چی؟ یعنی این حدود 50-60 نفر در
لباس این که ما داریم یه عروس داماد رو بدرقه میکنیم، ماشین را انداختن رفتن جلوی درب دادگاه لاهه و اونجا شلوغ کردن. این کار رو شاهزاده رضا پهلوی با اسم و رسم خودش با همون 4-5 تا حقوق بشری رفت انجام داد. خب حالا معلومه که خب تحویلش نمیگیرن، معلومه تمام سیاست هم بر اساس این بود که بره و تحویلش نگیرن، بره و فریاد بزنه که ببینید اینایی که دارن جریان پنج به علاوه میذارن مسئله اتمی مسئله ما نیست، مسئله شماست، مسئله ما حقوق بشره، اینم جنایتکاره. و از زمانی هم که این مطلب مطرح شده کک به تنبونه 57 افتاده. خب شاهزاده رفته خیت شده. مگه ما 6 سال پیش رفتیم گفتن بفرمایید تشریف بیارید؟ تمام جریانات مدنی، تمام جریانات تبلیغاتی به این صورت است که تو میری یک کاری را انجام میدی به احتمال اینکه یا قبول کنن یا شکست بخورن، در هر دو صورت شما تبلیغات به وجود میارید. حرکت پرچم در میدان آرک دو فرانس، اعتراض به سیاست‌های شوروی و روسیه، برای چی بود؟ سیاست‌هاشون مگه تغییر دادن؟ نه. مگه تحویل گرفتن ما رو اصلا؟ نماینده انجمن پادشاهی اصلا مگه تحویلش گرفتن؟ با ضرب و زور و هیجانم بود؟ نه، برای یک کار تبلیغاتی بود. ما رفته این کار تبلیغاتی کرده. حالا از ما بخوای بگی که آه این شاه نیست، خب خودش بدبختش میگه شاه نیست. چی داری میگی شما؟ این که شما بی عرضه اید، این که شما توانایی به عمل آوردن یک کار کوچک رو ندارید، این به اون معنی نیست که دیگران رو هم ناتوان و مفلوک جلوه بدید که خودتون هم جزو مردم باشید. نه، دیگران فعالیت انجام میدن، خوب یا بد، اون هنر ماست که از فعالیت اونها استفاده بکنیم و میکنیم. ما همین جوری که از حضور میر حسین موسوی استفاده کردیم، در تظاهرات حضور داشتیم، در بین جوانها با رهنمود، با فکر، با زبردستی حضور داشتیم، از طرفداران پادشاهی از هر نوعش، حتی این پیزوری های لس آنجلس هم استفاده میکنیم و جبهه متحد به وجود میاریم. اگر ما قادر باشیم اون فردی که الان دشمن ما هست یک قدم به ما نزدیک بشه، ما پیروز شدیم. اگر ما بتونیم در جریانات تبلیغاتی مثل همین اکسون هایی که آقای رضا پهلوی گذاشته استفاده بکنیم، میکنیم. چرا نکنیم؟ ما از حضور مجاهدین میتونیم استفاده بکنیم، میکنیم. چرا نکنیم؟ از همه جا میتونیم استفاده بکنیم. فقط ماجراش اینه که در حرف نمونه، حرفای مفت بی خودی نزنیم، ادعاهای بی خودی نکنیم. این تفاوتهای فکری ماست. کسی که این سیاست ها رو نمیپذیره نپذیره. میتونه قیام کنه علیه ما، قیام هم دیدید که همین آقای کجدم از ما خواست که میخوام با بچه های انجمن پادشاهی صحبت کنم. باید بچه های انجمن پادشاهی هم ایشون صحبت کرد. نتیجه کارم این بود که ما سیاست های جمشید شارمهد رو تایید میکنیم، ایشون هم رفت کردم. متعالی ایشون رفته، ناراحته، باز نمیدونم توی درگاه میخواد برگرده، میخواد برنگرده. نه، یه همچی چیزی امکان پذیر نیست. کسی که رفت دیگه رفت، نیازی هم بهش نیست. به خصوص اینکه اگر همانند خانم روزیتا اقدام به شایع پراکنی یا مطالب دیگری بکنه، شنیدم با یکی از یاران گفته که من تا جهنم باش میرم، تشریف بیاری تا جهنم. فکر نمی کنم تا جهنم شما تشریف بیارید، اما هر کسی راه خودشو میره، ما راه خودمونو داریم و نیازی هم نداریم به کسی ثابت کنیم سیستم سازماندهی ما چگونه هست، ما بر اساس کدوم رهنمودها این کار رو انجام میدیم. ما احتیاج
کمبود رهبر نداشتیم. اگر قرار بود ما هر کسی رو به عنوان رهبر یا لیدر یا عرض به حضور شما کسی که خیلی از ما بیشتر میفهمه میرفتیم دنبالش، آقای هوشنگ رادخو این ادار داشت، خانم روزیتا میگفت که من چون خیلی استاد فرود فولادوند رو دوست دارم، ایشون هم منو به عنوان جانشین انتخاب کرده، نوش جون همتون، هم اگر لازم بود خب میرفتیم رهبری ایشون رو تقبل میکردیم، یا اصلا چرا اونجا بریم جایی که خیلی بیشتر پول در میاد، رهبری آقای رضا پهلوی رو ما برمیگزیدیم. تازه اون شاه هم هست، زیادم لازم نبود بین بچه ها دنبال جانشین شاه بگردیم. البته از شاهزاده رضا پهلوی همه چی میشه گرفت غیر از پول، که البته حق هم داره، من هم جایی او بودم این همه کوری کچر دوله برم بود، صندوقو میبستم میگفتم این 62 میلیون مال بچه های ایران، دستم بهشون نمیزنیم، به خصوص تو حلقوم این تخمه حروم ها نخواهم کرد. اگر لازم بود ما راه ساده رو انتخاب بکنیم، خب این همه راه ساده هست، اگر لازم بود اینقدر ساده لوح بودیم که هر کی اومد گفت من یه چیزایی بلدم، پس بنابراین امروز باید هر چی شما دارید بذارید کنار، من میخوام کادراتون رو آموزش بدم. نمیخوام آقا جان، نمیخوام کادر آموزش بدیم، با کادر داریم به اندازه کافی توی زمینه‌های مختلفی داریم. اگر قرار بود ما راه خیلی ساده رو در نظر بگیریم، خود من اگر قرار بود به دنبال هر کی حرفی زد برم، این همه مشکلات برای خودمون به وجود نمی آوردیم. از بچه هایی که حسینی شیراز رو منفجر می کردن پشتیبانی نمی کردیم، می گفتیم اصلا مال ما نبود، سلفی ها بودن، کوف بودن، زهرمار بودن. از بیژن عباسی پشتیبانی نمی کردیم. تمام اینها جنبه های بد امنیتی برای فرد خود من در آمریکا داره، در جاهای دیگه داره، برای اینکه به قول مامور FBI میگفت روی شما روی خط نازک دارین راه میرین، میگفتم خیلی هم من واضح میدونم که خط نازک هست، هم اینور میتونیم بیافتیم هم اونور میتونیم بیافتیم، منتها ما اومدیم که روی خط نازک رد بشیم، خیال جمع باشه، هیچ اتفاقی هم برامون نمیفته، برای اینکه آگاهانه اومدیم. بنابراین امیدوارم پاسخ جناب آریان آزاده رو داده باشم، بیشتر از اون هم نمیخوایم به این مسائل بپردازیم. اگر در پی ساختمان انجمن پادشاهی دارید، از کسانی که تمام نیروشون اینه که هر از گاهی در فیسبوک ظاهر بشن و یه لایک یا آن لایک بزنن، چقدر مقالت خوب بود چقدر خوب نبود، نوش جونتون، ما دنبال همچین انجمن پادشاهی نیستیم، ما دنبال انجمن پادشاهی هستیم از تبار بیژن عباسی، همونجور که قرآن میگه تجاهدون فی سبیل الله به انفسکم و اموالکم. سلمان فارسی خوب بلد بود، میدونست دیوار پرش رو کجا بذاره، از کجا باید بپره. اگر میخوای از تبار بیژن عباسی باشی، باید به انفسکم و اموالکم، اموالکم رو در خارج از کشور شما باید انجام بدین. پاپ دل کرم دست، وظیفه اصلی ما، وظیفه میهنی ما، وظیفه ملی ما راه اندازی رادیو تندر به طرف ایرانه. تمام این بازی ها و حرفای مفت زدن برای اینه که از این هدف ما کنار بریم، بپردازیم به حرفای مفت، حضور در قامت دولت. بابا جان تو رادیو رو نمیتونی راه بندازی، در قامت دولت میخوای حضور پیدا بکنی، خب دولت تشکیل بدین، اون وزیر اقتصادتون هم این پول رادیو رو ما بده که بچه های ایران رهنمودها رو بتونن بشنون، نه رهنمودهایی که ما میدیم، رهنمودهای خودشون برای بچه های خودشون، به جای اینکه روی کاغذ بنویسن توی USB بنویسن اینور اونور برن جونشون رو به خطر بندازن، بفرستن برای رادیو تندر، ما هم پخش بکنیم که اون بچه ها بشنون. در قامت دولت میخوای ظاهر بشی، کی قراره در قامت دولت ظاهر بشه؟ وزیر امور خارجمون تورج در سوئد؟ بس کنید این حرفا، این حرفای مفت رو نزنین. ما باید
بودجه تهیه بکنیم، بودجه برای تبلیغات. تبلیغات هم نه برای اینجا، اینجا کافیه، همین فیسبوک کافیه، تلویزیون اینترنتی کافیه. حالا هم یه مقدار ما در آپادانا یا رسانه های مشابه اون تبلیغات خواهیم کرد برای شناسوندن و کک به تنبون دشمنان از جمله جمهوری اسلامی انداختن، کک به تنبون اصلاح طلب ها انداختن که افتادن. الان باقبوق و زق زقشون شروع شده که جریان چیه، اینا چرا داره دوباره اومدن و چه حرفایی میزنن. رو این حساب این جبهه رو خاموشش کنین، ادامه هم بدین، هیچ اشکالی نداره. این برنامه رو ما میذاریم تو همون فیسبوک، هر موقع هم هر کی شک کرد به حضور انجمن پادشاهی لینکش رو بهش میدیم، مرتد گرامی یا آریان آزاده میتونن این کار رو انجام بدن. بقیه هم هیچ اشکالی نداره، خانم روزیتا و آقای هوشنگ رادخو نه روی سایت، بلکه یواشکی پی ام بدن به افرادی که میدونن در ارتباط با ما هستن، بگن که این جمشید نمیدونم فولادوند کشته، گولش زده برده لب مرزش، پدرشو در برده، هیچ اشکالی نداره. اگر اون فرد مبارز هست، به اینقدر نادان هست که این حرف رو قبول میکنه، بس بهتره که اصلا طرف ما نیاد، وقت ما رو هم نگیره. اگر اون فرد نه با عقلش فکر کرد و دید که یعنی چی، معنی نداره، بره فولادوند رو بکشه که بعد بیاد خود کارهای فولادوند رو انجام بده، بعد جستجو بکنه، بعد با خود ما تماس بگیره و جریان رو بفهمه، اون موقع اون فرد به درد ما میخوره. و اون سرباز اگر ما 6 نفر از 1000 نفر توی فیسبوک 6 نفر به دستمون بیاد، میگیم اون اقدام بسیار اقدام سازنده و پیروزی بوده. انتظارات ما همین. اگر ما 6 نفر همتراز با بیژن عباسی، همتراز با بردیا، همتراز با آرش، اونا رو بذاریم کنار، اونا جای دیگه، همتراز با خود من که میدونم خودم اندازم چقدره، همتراز با خود من به وجود اومد، پای چرکین اونا روی چشم خودم، من میرم دنبالشون، دعوتشون میکنم بیان. بهتر از من کار بلد بودن، کلیدو میدیم دست اون، میگیم آقا شما حالا چیکار بکنید، اینا رو بس کنید. وظیفه نخست شما در خارج از کشور تبلیغاته. جزء تبلیغات هم تهیه بودجه رادیو به طرف ایران هست. این به وجود نیاد، هر حرف دیگری زدید مفته، هیچ راه حل دیگری هم نمیخوایم. 57 دقیقه و 3 دقیقه برای بقیه برنامه است. در این 3 دقیقه میخوام یادآوری کنم یک واحد تجارتی، یک کارگاه شیرینی فروشی در شهر کلندر قراره به فروش برسه، با این شماره تماس بگیرید برای راه اندازی رادیو، برای بودجه او، برای به وجود آوردن رسانه‌ای که به درد بچه های ایران بخوره. ما اونو میخواییم، پول برسونید، پول میخواییم آجون. یه حرفای مفت رو بذارین کنار، انجمن پادشاهی موجود است و او کمک میخواد. دوران طلایی انجمن پادشاهی فکر میکنین چیه؟ دوران انجمن طلایی انجمن پادشاهی به وجود آوردن رسانه و پخش مطالب برای ایران بوده. نمیخواین این کار انجام بدید، برید تو همون فیسبوک لول بزنید. این وقت ما به پایان رسید، امیدوارم ناراحت نشده باشید، جواب های هوی، اگر قرار جواب های دیگری هم باشه پاسخ اون هم خواهیم داد. پاینده ایران، برقرار آیین ریشه‌ای و این از همه مهمتره، کوبنده تندر. فیسبوک کوبنده نیست، فقط تندره که میکوبه فرای همه گروه های دیگه. به او بپیوندید. پاینده ایران. در جهان فرمان کوروش اولین منشور بود، سر به تعظیمش سراسر قابل و آشوب، سینه از پارت را تا قلب یونان چاک کرد، پشت بخت و نصر را
سامیده و برخواه باز اصلاف همان خونی از آن ریشه‌ای